این اینجا یعنی در واقع از مال ونکوور معذرت میخوام و من دو تا پیام داشتم اینجا، یکی برای اشرف نشینان عزیزمون که همونطوری که من چندی قبل به برادر عزیزم محمد گفتم که پرچمی رو که شما برداشتید حتی اگرم که خدایی نکرده بخواد به زمین بیفته ما نمیذاریم که به زمین بیفته، این یک. و یک پیام دیگه دارم برای اون رژیم منحوس آخوندی که ما الان اینجا شاهد و ناظر هستیم که هر موقع که این فشار بین المللی رو زیاد میشه این دوم دنبالچه ها و آلاشقالاش رو بیشتر توی کشورهای خارجی ولو میکنه. ما اینجا هر روز میبینیمشون، منتها باید بهشون بگم که بسیار در اشتباه هستید. تمام قوانین بین المللی، این مسیج البته برای ایرانی های عزیزمون هست که از نگرانی در بیان، ولی فعالیتمون رو باید پیوسته ادامه بدیم. تمام قوانین بین المللی از اشرفیان حمایت میکنه و بر اساس ضوابطی که وجود داره، بر اساس ضوابط قانونی و بین المللی که وجود داره، کوچکترین صدمه ای نمیتونن به بچه های اشرف وارد کنن به هیچ وجه من الوجود. خوشبختانه اشرفیان تونستن تا این لحظه از تمام موهبت های قانونی که بهشون تعلق میگیره، خصوصا این کنوانسیون 4 ژنو رو که 4 سال پیش با به هر حال فعالیت زیاد تونستیم این برگه قانونیش رو بگیریم، این بسیار بسیار مهم هست و نمیذاریم به هر قیمتی که شده کوچکترین آسیبی بخواد به شهر اشرف ما وارد بشه. من همین مسجار دارم، شب و روز لحظه به لحظه ما همگیمون در تلاش برای احقاق حقوق اشرفیان که احقاق حقوق اون 70 میلیون جمعیت ایرانمون هست هستیم. موفقیت در پیش هست، سوخت و سوز داره، بیرزود داره، سوخت و سوز نداره و به امید روزی که من امروز اول مهر بود چشمان پر از عشق شد، گفتم آیا من امسال یا سال آینده خواهم دید که تمام بچه های مملکت من کیف به دست کتاب زیر بغل به مدرسه برن، نه مثل این که توی خیابون ادهیشون گل بفروشن یا دنبک بزنن یا توی کارتون بخوابن. به امید اون روز ما تمام فعالیت هامونو میکنیم. موفق باشید، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما. درود بر شما. ببخشید من نخواستم صدای شما رو قطع بکنم، صدای گرم شما که همیشه تنین آزادی و آزادی خواهی و ترانه پیروزی و مقاومت بوده الان از تحصان ژنو میشنویم. درود بر شما خانم گلدره که از اونجا تماس گرفتید با یاران دیگه‌ای که از کانادا اومدن. الان در ابتدای برنامه هم از خود کانادا هموطنانمون زنگ زده بودند و از تحصان برگشته بودن ظاهرن به اونجا. درود بر شما با تلاش ها و فعالیت هایی که میکنید، همچنان که گفتید در هر جا که یک قطره آزادی باشه، یک قطره دموکراسی باشه، رژیم و پادوا و عواملش جز بور شدن و سرفکندگی و شکست فرجامی و چاره ای ندارن. پیروزی از آن شما و حامیان این مقاومت هست و این عوامل و رژیم طبق قوانین خود اتحادیه اروپا باید اخراج بشن و حق تحرک اصلا ندارن در دیده اتحادیه اروپا طبق تصمیمی که در خود این اتحادیه اروپا گرفته. همچنان که هموطنانمون از نیویورک گفتن، احمدی نژاد نه تنها نمایندگی از مردم ایران نداره بلکه یک مجرم و یک جنایتکار علیه بشریت. اگر قانون و مقررات بین المللی برقرار باشه این پاسدار تیر خلاصن رو باید در جا دستگیر کرد و تحویل دادگاه بین المللی داد. و این ایرانیان آزاده، این غیرت و همیتی که ما میبینیم همین کار رو خواهند کرد و سرنوشتی جز این در انتظار رژیم نیست. موفق و پیروز و سرفراز باشید. با صحبتهای خودتون واقعا برنامه رو چقدر کامل کردید و چقدر حرفای دل همه رو زدید. گفتن موفقیت در پیش هست با این عزم جزمی که شاهدش هستیم، چه در ژنو و چه در نیویورک و در اطراف نقاط جهان و در کانون اون در اشرف، حتما موفقیت و پیروزی در پیش خواهد بود. خیلی متشکرم. درود می‌فرستیم به همه هموطنان متحسن در ژنو، باز هم از بله از نروژ هموطنی پای خط هست. سلام می‌کنم حضورتون، خواهش می‌کنم بفرمایید. الو بفرمایید. الو با سلام به شما و مهمون عزیزتون
قدرتمندان شهر شرف اشرف پایدار.